بانوی بخشنده. نماز عصر به پایان رسیده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در مکانش نشسته و مردم گرداگرد او جمع شده بودند. پیرمردی فقیر که لباسی کهنه و پاره به تن داشت از میان جمعیت جلو آمد. سلام کرد و گفت: ای پیامبر خدا، من در این شهر غریبم. شدت گرسنگی ناتوانم کرده. لباسهایم پاره شده و پولی در کیسه ندارم تا به شهرم بازگردم. مرا کمک کنید. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند: من نیز چیزی ندارم که به تو بدهم، ولی خانه کسی را به تو نشان می‌دهم که خدا و پیامبرش را دوست دارد و خدا و پیامبرش نیز او را دوست دارند. به خانه دخترم فاطمه سلام الله علیها برو. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله به بلال دستور دادند که پیرمرد را به خانه فاطمه سلام الله علیها برساند. پیرمرد به همراه بلال به خانه دختر پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدند. پیرمرد درب را کوبید و با صدایی بلند گفت: سلام بر شما ای خاندان رسول خدا. صدای فاطمه سلام الله علیها از داخل خانه به گوش رسید: سلام بر تو، چه کسی پشت در است؟ جواب داد: پیرمردی غریب و گرسنه ام، مرا یاری کنید. 3 روز بود که فاطمه و همسر و فرزندانش چیزی نخورده بودند و در خانه فاطمه سلام الله علیها هیچ غذایی یافت نمی‌شد. فاطمه سلام الله علیها به فکر فرو رفت. نیازمندی درب خانه اش را می‌کوبد و او نمی‌تواند کمکش کند. این موضوع فاطمه را بسیار غمگین و ناراحت نموده بود. ناگهان متوجه گردنبندی شد که دختر عمویش به او هدیه داده بود. برق شادی در چشمانش نمایان شد. به سرعت و با خوشحالی فراوان گردنبند را از گردنش بیرون آورد و به فقیر داد و فرمود: این را بفروش و هر چه می‌خواهی بخر. امیدوارم خداوند چیزی بهتر از این را به تو بدهد. پیرمرد شادمان و با عجله به طرف مسجد بازگشت و ماجرا را برای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعریف کرد. با شنیدن فداکاری فاطمه سلام الله علیها قطره های اشک از چشمان پیامبر سرازیر شد و فرمود: چگونه ممکن است که خداوند دعای بانوی زنان بهشت را اجابت نکند؟ عمار یار با وفای پیامبر صلی الله علیه و آله که از ابتدا شاهد ماجرا بود رو به پیامبر کرد و گفت: آیا اجازه می دهید که گردنبند را از او بخرم؟ پیامبر نیز اجازه داد. عمار نزدیک پیرمرد آمد و گفت: گردنبند را چند می فروشی؟ پاسخ داد: به مقداری غذا که مرا سیر کند و لباسی که مرا بپوشاند تا با آن نماز بخوانم و کمی پول که با آن به شهرم بازگردم. عمار که از فروش سهم غنیمت خود در جنگ خیبر صاحب مقداری پول شده بود گفت: من آن را به 20 سکه طلا و 200 سکه نقره و لباسی زیبا و 1 وعده غذا از تو می خرم و اسبم را نیز به تو می دهم تا به شهرت بازگردی. پیرمرد که از خوشحالی سر از پا نمی شناخت گفت: تو چقدر سخاوتمندی ای مرد. عمار از پیامبر صلی الله علیه و آله اجازه گرفت و به همراه پیرمرد از مسجد خارج شدند. پس از ساعتی پیرمرد به مسجد بازگشت. پیامبر اکرم از او پرسیدند: عمار به وعده خود وفا نمود؟ پیرمرد با شادمانی جواب داد: پدر و مادرم به فدایت ای رسول خدا، او مرا بی نیاز نمود
و به درستی که دعای بانوی فداکار در حقم اجابت شد. سپس دستهایش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت: ای خدای بی نیاز که تنها تو را می پرستیم و تو روزی رسان مایی، نعمتی به فاطمه بده که تا به حال نه چشمی مانند آن دیده باشد و نه گوشی توصیفش را شنیده باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله که دعای پیرمرد را شنید، رو به یارانش نمود و فرمود: دعای او مستجاب شده است و خداوند آن را به فاطمه سلام الله علیها داده است. چون من آخرین پیامبر خدا پدر اویم و علی علیه السلام جانشین من همسر اوست. و فرزندانش حسن و حسین سرور جوانان بهشتند. و چه چیزی بالاتر از این هاست؟ عمار که گردنبند را از پیرمرد گرفته بود به خانه رفت و گردنبند را با عطر خوشبو نمود و آن را در پارچه زیبا پیچید. سپس آن را به غلامش که سهم نام داشت داد و گفت: این را به پیامبر صلی الله علیه و آله برسان و خود نیز از این پس غلام ایشان. سهم خدمت پیامبر رسید و پیام عمار را بازگو کرد. پیامبر گفت: به خانه دخترم فاطمه سلام الله علیها برو، گردنبند را به او بده و خود نیز غلام فاطمه سلام الله علیها هستی. سهم به خانه فاطمه رفت، سلام کرد و گفت: این گردنبند را پیامبر به شما بازگرداند و دستور داد از این به بعد غلام شما باشم. فاطمه سلام الله علیها گردنبند را گرفت و فرمود: تو را در راه خدا آزاد نمودم. سهم که این سخن را شنید به خنده افتاد. فاطمه سلام الله علیها دلیل خنده اش را پرسید. سهم جواب داد: برکت این گردنبند مرا متعجب نموده است، زیرا گرسنه ای را سیر کرد، برهنه ای را پوشاند، فقیری را بی نیاز نمود، غلامی را آزاد ساخت و دوباره به دست صاحبش بازگشت. بهار الانوار جلد سوم صفحه 57 با اندکی تصرف.